با درود به همه بینندگان عزیز ایران فردا. بعضیاتون هم گفتین درسته ما تصویر برامون سنگینه، صدا رو گوش میدیم. به شنوندگانمون درود فراوان بر شما. ابتدا اجازه بدید دو موضوع رو بگم که با اینکه مستقیما صدا رو پخش نمیکنم ولی راجع به هر دوش اشاره بکنم. موضوع اول مربوط به یکی از سرداران سپاهه که لطف کرد به من زنگ زد و گفت خصوصی من حرفش رو گوش بدم و راجبش صحبت کنم. اشاره این سردار سپاه که جزو جانبازها هست این بود که شما در برنامه راجب جانبازهای ارتش گفتید و اینکه به اونا نمیرسن و در واقع با نگاه دیگری بهشون نگاه میکنن. آیا شما فکر میکنید برای ما سپاهی ها که از آغاز بودیم و جانباز شدیم و بعضا بازنشسته فکر میکنید اینا ارزشی قائلن؟ آیا گمان میکنید اینا به ما میرسن اونجور که شایع است و در بیرون؟ نه، فقط جمعی هستن مزدور که عوامل خودشون هستن، به اونا میرسن. اونا حقوقای عجیب غریب میگیرن و وضع زندگیشون رو به راه انواع و اقسام وسائل زندگی رو به اسامی مختلف، یه روز عید تولد پیامبر، یه روز امام حسین، یه روز حضرت علی، گر رو گر بهشون میدن و میرسن. اما خود شما یه بار اشاره کردید به شهرک شهید محلاتی. این جانباز که درجه سرداری هم داره گفت گاهی اوقات من از همسرم خجالت میکشم وقتی میره بیرون و انقدر ما فقط امکان داریم که بره مقداری چربی و چند تا استخون بگیره بیاد آبگوشتی بار بذاره و من جلوی فرزندانم از شرم آب میشم که به من میگن تو رفتی پاتو در جنگ از دست دادی، برای این وطن جنگیدی، چرا؟ دختر دانشجوی من میگه چرا من باید یه مانتو داشته باشم در تابستان و زمستان؟ هموطن جانباز من، برای من فرقی نمیکنه. همه شما برای من عزیزی، تمام شمایی که جان و جوانی و جهانتون رو این جنگ بیهوده آتش زد، تجاوز صدام حسین به خاک وطن ما و اینکه آقای خمینی تصمیم گرفت از راه کربلا به قدس برسه، بعد از پیروزی بزرگ ما در خرمشهر، اسارت گرفتن نزدیک به 30,000 افسر و سرباز عراقی که در جمعشون سلشکر و سرتیپ هم بود، آقای خمینی جنگ رو ادامه داد. و هم خود شما همونطور که برای من گفتید از جانبازان مرحله بعدی هستید، یعنی تا زمان فتح خرمشهر هیچ آسیبی هم ندیده بودید. کشتگان به 500,000 برسه و معلولین، و بعد چه کسانی که زندگی هاشون نابود شد در 6 ساله پایانی جنگ. اون 2 سال نخست وظیفه ملی هر ایرانی بود. من دوستی دارم که دکترای فیزیک اتمی داره، به محض اینکه عراق متجاوز حمله کرد پاشد رفت ایران و رفت به جبهه. و کسانی اینطوری بودن. ما اگر خب به خاطر وضع سیاسی و موقعیتمون نتونستیم، ولی همه ما وظیفه داشتیم در اون مرحله نخست از میهنمون دفاع کنیم. دومین پیام، یکی از مسئولان وزارت کشور، او هم خواهش کرده بود که اسمشو نیارم ولی آشکار نده بگم وزارت کشور، از همکاران سابق دوست و همکار عزیزم ماشاءالله عباس‌زاده، گفته بود به آقای عباس‌زاده خیلی سلام برسونید، بگید برنامه‌تون رو خیلی دوست داریم و تماشا میکنیم. بنده خودم اگر به شما بگم یکی از بینندگان دائمی برنامه‌های عباس‌زاده هستم گزافه نگفتم. البته من همه برنامه رو سعی میکنم ببینم ولی عباس‌زاده رو میس نمیکنم، چون نگاه تیزبینش گاهی اوقات در مطبوعات چیزهایی پیدا میکنه که بسیار برای من دلپذیره و همیشه تقدیر و تحسین خودم رو ابراز کردم. به حال که همکارشون به من گفته خب ضروری بود اینم بگم. هفته گذشته در برخورد با خبر روزنامه ها در رابطه با انتشار خبر بیماری رهبر یک کشور همسایه عربستان سعودی، به قدری زیبا و حرفه‌ای با مسئله برخورد کرده بود که گوشی رو برداشتم گفتم
ماشاءالله خیلی قشنگ بود. دو روز بعد باز در تعامل با خبرهایی که دیدیم و کشتار و فرانسه و غیره، به قدر زیبا با مسئله برخورد کرد و این نشانه وجدان حرفه‌ای یک همکار منه. همه همکاران من به نوعی واقعا این وجدان حرفه‌ایشون در اوجه و از تک تکشون سپاسگزاری میکنه. یه توضیح هم اینجا بدم و بریم سر اصل مطلب. ببینید، هر تلویزیونی، هر شبکه‌ای یه قاعده جهانی هست. شما یه برنامه رو دوست دارید میبینید 6 ماه، بعد این برنامه باید تغییر کنه. قاعدتا اینه که نمیتونه یه برنامه 2 سال همینجوری ادامه پیدا کنه، باید یه فاصله داشته باشه. در اون فاصله سازنده برنامه یه تجدید نظری کنه، تحولی ایجاد کنه. و من به همه همکارام گفتم آغاز سال هستیم، 1-2 ماه باید برنامه تغییر بکنه، برید تحول ایجاد کنید، برنامه جدید ایجاد بکنید. اشکال نداره گاهی تکراری گذشتتون هم بیاد که یادآوری باشه برای اونایی که تازه ما رو جوین کردن، ولی باید برنامه همیشه تازه باشه. نمیتونه یه نفر 2 سال تمام البته برنامه سیاسی استثناست، ولی برنامه فرهنگی، هنری، اینا باید همیشه توش تغییر وجود داشته باشه. وقتی یکسان شد، بعد از مدتی یه مقدار مردم احساس میکنن چیز تازهی توش نیست. خوشبختانه میگم همکاران من خیلی ملاحظه میکنن، دقت میکنن همه چیز تازه باشه. اینو گفتم برای اینکه حتما در 1-2 ماه آینده تا نوروز و بعد از اون شاهد تحولات بسیار مثبتی خواهید بود در عرصه برنامه ها و در عرصه بهتر شدن برنامه ها و برنامه های تازه تری رو برای شما عرضه کردن. چندین برنامه تازه داریم که خواهد. خب، بنده سراپا گوشم، همکار من رامین عزیز شروع کنه صداها رو برای من پخش کردن که من اونایی رو که لازمه جواب بدم، اونایی دیگر تشکر کنم و سراپا گوشم. آقای نوریزاد ببخشید تلفن من قطع شد. آقای نوریزاد یه خواهش میخوام براتون بکنم، یه آهنگایی که پخش میکنی، یه آهنگ شاد پخش میکنی، یه آهنگ حیدر پخش میکنی. مادر من خیلی آهنگ حیدر رو دوست داره، عاشق حیدر. آقای نوریزاد خواهش میکنم ازتون یه آهنگ برای مادر من، اسم مادر من پخش شما نکنه. هموطن گیلانی من، حتما همین الان من به رامی میگم برای برنامه دوشنبه من حتما یکی از ترانه های ماندگار زنده یاد هایده رو انتخاب بکنه که در برنامه پنجره رو به خانه پدری ببینید. تان یه توضیح هم اینجا بدم براتون لازم. من داشتم یه ایمیلی رو میدیدم که برای من فرستاده شد به زمینه 2 تا کلیپ. نگاه کردم دیدم یاسمین بانوی عزیزه، خواننده عزیزی که بدونید اون زمان ها یه مقدمه‌ای براش گفتم، حالا میشنوید. نوشتم اون زمان ها ما چند تا خواننده داشتیم: دلکش، مرزی، پوران، پروین، یاسمین. خواننده زیادی نشیم، روحنگیز، روحبخش، 2 تا قمر، حالا اونا با نسل بعدی، و پوران عزیز، اینا بودن. چند تا خواننده بود. مردم هم اینطور، مگه چند تا خواننده داشت؟ یاسمین یه ویژگی خاصی داشت، به خصوص با یه ترانه‌ای که خونده بود: هر که دیدم یاری داره من نداره. ما یکی از اقوام مادرم بانوی بود که کار میکرد و مقامی هم داشت در اداره، و این تا سنین مثلا 40-45 سالگی ازدواج نکرده بود، در حالی که تمام دخترموها، دخترداییا، دخترموها اینا همه ازدواج کرده بودن. هر بار می رفتیم خونه اینا، این آهنگ داشت پخش می شد و سرانجام یاری پیدا کرد و همسری گرانقدر که بسیار نازنین، و از دور درود می فرستم به هر دوش. قرازم اینه که این یاسمین در خاطره نسل ما و نسل قبل از ما بود. یه دفعه دیدم این سایت بسیار خوب قدیمی ها که واقعا به تک تکشون تبریک میگم، چقدر زحمت میکشن، ماها رو نمیذارن گذشتمون پاک بشه، به یادمون میارن. هممون دلمون میخواد بدونیم فرانک میرقهاری وقتی بانوی اول فیلم ها بود کجاست؟ نگاش میکنیم هست، میره سراغ دونه دونه. براشم مهم نیست بگن این خواننده کوچه و بازار، این خواننده معروف، این هنرپیشه
مدرن این هنرپیشه، فیلم های موجل و این هنرپیشه، نه سراغ رضایی هم میره که یادش بخیر بدلکار بکی مانوردی بود، یادش نمیره که جلال پیشواییان یه ستون تو سینما، احوالشو میپرسه، سراغ ایرج میره، تک تک خیلی کارش قشنگه. دیدم اونا رفتن با خانم سهیلا، خانم یاسمین مصاحبه کردن، خانم سهیلا هم یکی از هنرپیشه‌های معروف بود اون زمان، با یاسمین مصاحبه کردن، گوش کردم، عجب مصاحبه ای. بعد یه محبتی هم به من کرده بود اونجا، یادی از من کرد، گفتم اینو باید پخش کنیم. اینه که گذاشتم جای فیلم سینمایی، البته شنبه فیلم سینمایی نور که هست یا دیدید یا میبینید، و یک شنبه برنامه سهیلا هست و یک نوار ویژه که تا به حال ندیدید، در رابطه یک قاتلی به نام جلال الدین فارسی که قرار بود رئیس جمهوری ایران بشه و شیخ علی تهرانی فاش کرد که این پدر مادرش افغانی بودن و خودش ایرانی نیست، مطابق قانون اساسی باید ابنجد باید ایرانی باشه، و خلاصه این رو هم میبینید که چگونه این قاتل رفت و یک سردفتر محترم انسان رو بیگناه به قتل رسون و چه جور سرپوش گذاشتن، اونم هست. برابر این دوتا رو گفتم توضیح بدم. بیننده بعدی، عرض سلام و درود بر شما جناب آقای نوری‌زاده، آقای چالنگی. سوالم اینه که بودجه تلویزیون ایران فردا چجوری تامین میشه؟ شما که آگاهی ندارید. این خب این بودجه های کلان چجوری تامین میشه؟ دومی که آقای چالنگی وقتی با یه مصاحبه شونده مصاحبه میکنند، میخواند نظرهای آقای چالنگی را تایید بکنه مصاحبه شونده، و طوری تو دهن مصاحبه شونده میذارن که فقط باید موافق نظر ایشون صحبت کنه، ولی خیر این خیلی نخنما شده حقیقت، در شأن ایشون نیست، نمیذارن واقعا، یعنی نمیخوان به صورت بی‌طرفانه صحبت بشه. خب مشکلات هست و بله کسی هم منکرش نیست، ولی ایشون اینطوری که تو دهن مصاحبه شونده بذاره خیلی خیلی آشکار شده این مسئله. نه خیلی میتونن مثل بقیه بی‌طرفانه موضوع رو بررسی کنن، صحبت کنن، اطلاعاتی بدن به دیگران، همینجوری به هر حال شأن خبرنگاریشون رو حفظ بکنن بهتر. دوست عزیزم، اولا من بارها در این برنامه راجع به بودجه این تلویزیون گفتم. شما دانستن این که بودجه تلویزیون از کجا تامین میشه میتونه رو قضاوت شما تأثیر بگذاره؟ شما چرا برنامه ها رو نمیبینید و رو برنامه ها قضاوت نمی کنید؟ مگه تلویزیون های دیگه میان به شما بگن از کجا بودجهشون تامین میشه؟ هر تلویزیونی به هر حال بودجهش از جایی تامین میشه، یکی از راه آگهی. البته من آگهی دارم میگیرم، کم کم آگهی رو خواهید دید، منتها من آگهی همینجور چلوکوایی پخش نمی کنم یا گاراژ پنچرگیری، نه، آگهی خاصی که به تلویزیون ایران فردا به نوع برنامه‌هاش خط فکریش بخوره. و بعد من چند بار باید اینو توضیح بدم که چه بزرگوار هموطن نازنین من که هرگز نخواسته اسمش جایی ذکر بشه بخش عمده و سنگین این هزینه رو بر عهده داره. در این حال فکر کنید خیلی ما بودجمون سنگینه، نه، از خیلی از تلویزیون‌های دیگه کمتره، منتها بچه‌هایی که هستن با عشق کار میکنن، زیاد دنبال پول نیستن. اما در مورد آقای چالنگی، اولا آقای چالنگی خبرنگار نیست، آقای چالنگی یک برنامه سازه، یک نویسنده است و یک تحلیلگر خودش. یعنی زمانی که آقای چالنگی پشت دوربین نشسته، جلو دوربین نشسته تو برنامه ایران فردا، شما ممکن ایشون به عنوان یه تحلیلگر ببینید، مسائل خاورمیانه رو میدونه، مسائل مملکت رو میدونه، ولی شما نمیتونید از آقای چالنگی در این سن و سال بعد از 50 سال تجربه انتظار داشته باشید مثل یه خبرنگار کلاس دوم خبرنگاری بیاد بشینه خب بفرمایید شما، نه مسلم صاحب نظره و مسلم تو برنامه‌ای که تفسیر خبر هست او باید زمینه بحث رو فراهم بکنه، نظرهای خودش هم بیان میکنه، ولی هیچ وقت نمیخواد به من تحمیل بکنه، من حرف خودم میزنم، آقای سازگاره حرف خودش رو میزنه، هر کدوم از شرکت کنندگان در برنامه، آقای حیدری
سفارت سبز میاد حرف خودش رو میزنه. هر کدوم از مهمانان برنامه نقطه نظرهای خودشونو بیان، آی مهندس حسن شریعت مداری نظر خودشونو بیان میکنن، آی دکتر سازگارا نظر خودشونو، و آقای چالنگی این هیجان رو ایجاد میکنه که بحثا داغ بشه. یکی از ویژگی های یک برنامه ساز موفق، اونم در عرصه سیاسته، اونم در عرصه سیاست ایران. ممنونم عزیزم. بیننده بعدی. سلام، ببخشید من الان چند بار پیام میدم که از آقای نوری‌زاده خواستم در مورد صادق هدایت نویسنده بزرگ ما صحبت کنیم، ولی متاسفانه شما پیام رو بهشون نمیدین. ممنونم، امیدوارم که این دفعه این کار بود. دوست عزیزم، اگر شما برنامه رو دنبال میکردید، ما یه برنامه ویژه در قلم فرسایان کوچه باقای قلم در باره زنده یاد صادق هدایت داشتیم. بسیار برنامه جامع و کاملی بود و در این حال، حالا تکرارش هم میگم براتون بگذارن ببینید، در برنامه دیگه هم هست. در این حال شما به وبسایت ما مراجعه بکنید یا فیسبوکمون، تمام این برنامه توش هست. شما همونجا کافیست برید تو بخش قلم فرسایان نگاه کنید، تعداد زیادی از شاعران، نویسندگان، هنرمندان ارزشمند ما در اونجا هست و من مجدرم بهتون میگم که برنامه قلم فرسایان در فرمت جدیدی در سال آینده آغاز خواهد شد که دیگر چهره های برجسته فرهنگی و هنری ما رو عرضه بکنه. سپاسگزارم ازتون. بیننده بعدی. سلام، از آلمان زنگ میزنم خدمت شما. با همه ارادتی که خدمت آقای نوری‌زاده دارم و چقدر ایشون رو دوست دارم و سالها و سالها دارم تحلیلاتشون رو گوش میکنم و نوشته هاشون رو میخونم، اما در عجبم که این همه ایشون ستیز داره با آقای نتانیاهو، این مرد وطن پرست اسرائیلی، و نمیدونم از این آدم فاسد عباس ابو مازن چه ایشون دیده که این گونه ازشون دفاع میکنه. و سپاسگزارم از آقای دکتر سازگارا که اینطور واقع بینانه این مسئله رو همین امشب تقریبا تحلیل کردن. آقای نوری‌زاده، شما رو دوست دارم. یه مقدار در حال تجدید نظر بکنید. سپاسگزارم دوست من. دیدید صداتون عیناً پخش شد نقطه نظرت. من اون اسرائیلی رو بهش احترام میذارم که به حقوق شهروندان غیر یهودیشم حرمت بگذارم. اون اسرائیلی رو که وقتی میره حمله نظامی میکنه، حتی تو جنگ 67 و 73، حتی تو جنگ لبنان، مدرسه ها رو نمیره بزنه، بیمارستان ها رو نمیزنه، 2200 آدم رو نمیکشه که 700 تاشون بچه باشن. این اسرائیل آقای نتانیاهو و لیبرمنه. من اسرائیل رابین رو خیلی بهش حرمت میذاشتم، اسرائیل شیمون پرز رو بسیار حرمت بهش میذاشتم و میذارم، اسرائیل یوسی بیلین رو، اسرائیل بنگورین رو، خانم گلدامایر رو. اون اسرائیل، روشنفکرهای ما خیلی از آل احمد، داریوش آشوری، دکتر داریوش همایون، دیگران، دکتر ناصر وثوقی، اینا همه نوشتن. اون جامعه‌ای که توش هستدروت و کیبوتس جایی بود که بچه‌های اروپایی می‌رفتن تابستون همکاری و همدلی رو یاد می‌گرفتن، نه اینکه شما بیاید اراضی فلسطینی‌ها رو. بعد از اینکه اسلو مشخص کرد اسرائیل باید از ساحل غربی اراضی اشغال شده و غزه بره بیرون، اسلو مشخص کرد، شما یه پیمان صلح بستید، باید پایبند باشید بهش، نه اینکه آقای نتانیاهو بیاد زیر بار همه چی بزنه. شما نگاه کنید، نخست وزیران قبل از آقای نتانیاهو ملتزم به صلح بودن، ملتزم به اسلو بودن. متاسفانه آقای شارون که اومد فضا رو به گونه ای ساخت. ببینید، شما میگید آقای نتانیاهو یک ناسیونالیست خیلی، آیا ابو مازن ناسیونالیست نیست؟ او رو فاسد میخونید، برای اینکه
رادیو روزنامه رسانه اسرائیل رو گوش میکنید. ابو مازن تنها شریک صادق صلح اسرائیله، خیلی از عرفات صادق تره. من اینا رو میشناسم، من با اینا حرف زدم، آشنا هستم، با آقای شیمون پرز هم صحبت کردم، با آقای یوسیبلین هم حرف زدم. اینا آدمایی هستن که انسان وقتی باشون حرف میزنه میبینه حرمت حقوق دیگران رعایت میکنه. شما چی دیگه از ابو مازن میخواستید؟ به رسمیت شناختن دولت اسرائیل، به رسمیت شناختن حق اسرائیل در اراضی خودش، دست کشیدن از منشور اولیه سازمان آزادی بخش فلسطین، دست کشیدن شعار از دریا تا دریا، پذیرش دو ملت در کنار هم. حتی ابو مازن قبول کرد که در بعضی جاها ابجاجاتی باید صورت بگیره، نمیشه 100,000 تا آبادی نشون رو بیرون کرد. خب اینجا مال اسرائیل، جاش به ما یه راه بده به غزه. ولی اسرائیل، مهاجرانی که از اوکراین رو، بلاروس و روسیه اومدن، با اون اسرائیل دلنشین اروپایی ها، اسرائیلی که حرمت قائل بود، عرب ها، شهروند عرب ها حقوق مساوی داشتن، اون اسرائیل خیلی فرق میکرد. آقای نتانیاهو راه رو به صلح بسته، بعد تا چیزی میشه مالیات خود فلسطینی ها رو که میگیرن از کارشون، قانونن باید به دولت فلسطین تحویل بدن، نمیده، مصادره میکنه. فلسطینی ها چه باید بکنن؟ همه راه ها رو به روشون بستید، طرح صلحشون رو وتو میکنه امریکا. ببخشید دوست من زیاد صحبت کردم، من به ملت، به یهودیان بسیار احترام میذارم، دوستان عزیز یهودی بسیار دارم، به اسرائیل احترام میگذارم، برخلاف جمهوری ولایت فقیه و رژیم های مثل او اعتقاد دارم اسرائیل یک فکت، یک دولت، دستاوردهای عظیم علمی و پیشرفتهای علمی در زمینه پزشکی کشاورزی داشت که این باید بیاد و کمک بکنه به ملت های منطقه که به جای اسلحه خریدن زمینشون رو آباد کنه. اسرائیل باید دست در دست مصر و اردن و دولت فلسطین و دیگر کشورها کمک کنه برای بهبود وضع ملت‌ها، تا دیگه شارلاتان‌ها نتونن با شعار آزادی فلسطین گول بزنن این مردم رو. اسرائیل اگه به تعهداتش عمل کرده بود، حماس اصلا به وجود نمی‌اومد. گویا که حماس دستپخت آقای شارون بود، خدا رحمتش کنه. به هر روی آرزو دارم روزی رو ببینم که صلح و صفا برقراره. یادم هست در 14-15 سالگی بیت المقدس هنوز اشغال نشده بود، قسمت شرقیش سیم خاردار بود، سربازای اردنی این طرف، سربازای اسرائیل اون طرف با هم ورق بازی میکردن، غذا میخوردن، فضای جنگ و نفرت نبود. آرزو میکنم به اون سالها برگردیم. هموطن بعدی من، با سلام و خسته نباشید. من از بینندگان و طرفداران پرپاقرص تلویزیون ایران فردا هستم. آقای دکتر نوری‌زاده، آقای چالنگی، آقای سازدارا و دیگرانی که در این شبکه کار، در این تلویزیون کار میکنید، آقای روحانی گفته که مسائل مهم مملکت رو یک بارم که شده به رفراندوم و همه پرسی بگذارید. من میخوام به مردم ایران، شما از طریق این تلویزیون این پیغام رو برسونید، بگید که اگه قرار مردم همه پرسی برگزار کنن، بهتره که اولین موضوعی رو که برگزار میکنن در همه پرسی و مطرح میکنن، حضور روحانیون در تمام مسائل این مملکت، از ولی فقیه بگیرید تا قوه مقننه، مجریه، قضاییه، همه جا که اینا حضور دارن. آیا مردم موافق حضور روحانیون هستند تو تمام عرصه های این مملکت یا مخالف؟ چون به نظر من هیچ مسئله مهمتر از این قضیه نیست. اگه مردم اومدن و روزی مخالف بودند، آقای روحانی اون موقع اولین کسی که باید بره خود شما هست. اینو مطمئن. ممنونم دوست من. ببینید اتفاقا ما تو برنامه تفسیر خبر جمعه با دکتر سازگار آقای چالنگی راجع به موضوع صحبت کردیم.
من اعتقاد دارم بهتر از این سوال این خواهد بود: آیا به حکومت دینی معتقدید؟ چون اگر این مسئله حل بشه دیگه ما مشکل نخواهیم داشت. چون اگر حکومت دینی نباشه دیگه ما مشکلی نداریم، مثل همه جای جهان انتخابی میشه و اگر یک روز آقای روحانی هم خواست بیاد رئیس جمهوری بشه هیچ اشکال نداره اگه مردم بهش رأی دادن. منتها اون عمامه دیگه معنای کلاه داره، دیگه عمامه نیست. به قول ایاد جمال الدین، قرآن رو میذاره پشت در ریاست جمهوری یا مجلس، با کتاب مونتسکیو و قانون اساسی میره تو. بله، سوال بسیار مهمی است و اکثریت 8 میلیون نسل ماها و نسل قبل و بعد از ماست. بقیه مردم ایران از این 51 میلیون صاحب حق رأی یا در جمهوری اسلامی که اومده 3-4 ساله بودن یا بعد به دنیا اومدن. اینا اصلا جمهوری اسلامی نمیخوان. و به ماها میگن فرزندان خود من، این دستپختی که شما برای ما آوردید ما اصلا بدمون میاد، ما نمیخوایم اینو بخوریم. آقای خمینی تو بیزرا بله فرمودن، جای دیگه گفتن بله اگر مردمم اینو انتخاب کردن من نمیخوام، برای من که نمیتونن رأی بگیرن. مگر انسان آزاد نیست؟ پس این انسان آزاد بر حق انتخاب داشته باشه. اکثریت مردم ایران رژیم اسلامی نمیخوان، رژیم دینی نمیخوان. این معناش این نیست که ضد دینن، نه، به دینم حرمت میگذارن، اما نمیخوان یک نفر کلاش بیاد به اسم دین بره قوه قضاییه رو اشغال بکنه بعد مظهر فساد و تزویر و دروغ و فریب باشه. هموطن بعدی من. از ادب احترام دارم جناب دکتر نوری‌زاده عزیز. من سوالی داشتم در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی. اگر دقت کرده باشیم خود این رژیم گاهی وقتی با آقای رفسنجانی میگن آمریکاییه یا انگلیسیه، ولی اگر یادتون باشه بعد از فوت آقای خمینی ایشون پرواز میکنه آقای رفسنجانی به طرف روسیه و با اونا صحبت میکنه و حتی یک حجت اسلامی در کانادا میگه که زمان قبل از انقلاب ایشون با خیلی با آقای قذافی و روسیه خیلی در رابطه بوده. آیا شما فکر نمی کنید که آقای هاشمی یکی از مهرهای به حساب پنهانی روسیه KGB باشه و اینا همش چیزایی که میگن آمریکا انگلیسی همش فقط مغلطه باشه؟ و نکته دوم، جناب دکتر، شما موقعی که بعضی موقع عصبانی میشین در رابطه رژیم میگین نذاریم بگم، شما معمولا خب اومدین افشا میکنین خیلی چیزها رو درباره اینا، ولی خب شاید چیزایی رو میدونید، خب لطفا بگید. شما دارین زحمت میکشید، وقتتون رو طرف روز هفته میذارید، خب اگه چیزی میدونید بگین. مردم نسل سوم، نسل ماها که از کشور بعد تو ایران میبودیم، الان باید از کشور دهه 80 خارجی یا 60 خارج بشیم و بیایم اینجا و این چیزها رو ما بدونیم. ممنون میشم اگر که افشاگری بکنین، اگر چیزی بیشتر میدونید. به هر حال دارین زحمت میکشید برای وطنتون، برای آزادی ایران. ممنونم دوست من و سرفراز باشید. سپاسگزارم دوست من. اولا آقای هاشمی رفسنجانی روسیه یک سفر رسمی رفتیشون، سفری که منجر به اولین قرارداد نظامی مستقیم ایران و روسیه شد به مبلغ 5 میلیارد دلار. ایران هواپیمای میک خرید، هواپیمای سوخوی خرید، تانکای T-72 خرید و اینا، اون موشکای ضد هواپیما گرفت، SAM-2، SAM-6 و موشکایی که رو شانه هم میشد SAM-7 و اینا، در زمان اون آقای رفسنجانی که به ریاست جمهوری انتخاب شده بود این قرارداد رو بست. ولی من تا به حال نشنیدم جایی بگم. بیشتر آقای خامنه ای رو میگن که تمایل زیادی به روسیه داره و افکارش هم یه مقدار به افکار چپی نزدیکتره که میتونه به اون اتحاد شوروی سابقه. یه نفرم اومده بود داستانی سر کرده که ایشون دانشگاه پاتریس لومومبا بودن، همچی چیز درست نیست، آقای خامنه ای هم نبود، ولی ایشون خیلی با توده یا نزدیک بود، مطابق مطالبی که همکار آقای هوشنگ اسدی که دبیر سیاسی روزنامه کیهان بود زمان انقلاب نوشته. ایشون به اتفاق آقای کیانوری مرتب از آقای خامنه‌ای دیدن میکردن و اطلاعاتی بهشون میدادن، مثل که در یه مورد هم اطلاعات مربوط به کودتای نوژه بوده یا حرکت انقلابی نوژه،
من اونو کودتا نمیدونم، اونو یه جنبش بزرگ میدونم. در هر حال آقای خامنه‌ای به اون طرف بیشتر تمایل داشته، ولی هاشمی از همون روزگار قبل از انقلابم که من میشناسم سفر ژاپن میرفت، آمریکا میرفت، دنبال این خط بود، بیشتر اهل نگاه به غرب بود نه به شرق. برای همینم آمریکایی‌ها وقتی مکفارلن رو فرستادن سراغ هاشمی رو میگرفتن. باری حالا همشون بعدن معلوم میشه هر کدوم به کدام قبله پیوند دارن. هموطن بعدیمون با سلام، میخواستم برنامه های خوب آقای چلنگی تشکر کنم. بعد از ایشون یه خواهش داشتم، اگر میشه تو برنامه تفصیل خبر شاهزاده رضا پهلوی رو دعوت کنن که نظر ایشون رو راجع به مسائل روز ایران ببینیم. ممنونم، با تشکر، خدافظ. بله خب من فکر میکنم شاهزاده رضا پهلوی هم جایگاهش هم به هر حال موقعیتش به گونه است که هرگز نگفته مفسر خبره. در تفسیر خبر معمولا کسانی هستن که به صورت حرفه‌ای در عرصه خبر، در عرصه مسائل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تحلیل و تعلیق و تفسیر میکنن. ولی من کاملا موافقم که برنامه ویژه‌ای با ایشون باشه. خب من گاهی خودم داشتم و ترجیح میدم وقتی ایشون لندن میاد حتما، خیلی هم لوس داریم، میایم تو استودیو با هم میشینیم و گپ و گفتی خواهیم داشت. چشم، حتما آقای چالنگی هم شنیدن و حتما این دعوت رو به صورت یه برنامه مستقل مثلا تو برنامه سرزمین ما خواهند کرد. هموطن بعدی ما با سلام، بخواستم بگم حقوق کارگر در ایران طبق قانون اداره کار رژیم کمتر از 700,000 تومان است که با این ماهیانه حقوق هیچ نمیتونن گوشت و مرغ و آب و برق و قبض آب و برق و خورش رو پرداخت کنن. مجبوری داره شغل دوم چیز باشه، استراحت برای کارگر وجود نداره. ما این 700,000 تومان کجا برسیم؟ مهمون هست، مجبوره مهمون دعوت نکنه، مهمون دعوت نمی کنه برای مثلا شام دادن، غذا دادن، میوه پذیرایی این کنه، پذیرایی کنه مهمون، چگونه از مهمون پذیرایی کنه با این وضع گرانی که به وجود آوردن. یعنی آب کمبود آب داریم، آب کمبود آب نیستش، در یه خزر هستش، انتقال بدن به بال خط نیمه احساس کنن به شهر دیگه رو نمی کنن، در یه خزر خلیج فارس تر گاز به سوریه جاهای ترکیه احساس میکنن. خدا حافظ. ممنونم عزیزم، در دل یک کارگر هموطنمون. این آقای اوسانلو در برنامه های چالنگی میان و خب خیلی از مسائل کارگری مطلع و گهگاهی خیلی دقت میکنم حرفای جالب. مرسی دوست من، خیلی ممنونم از تذکرتون و آرزو میکنم روزی در این سرزمینمون عدالت به گونه‌ای باشه که حق شما کارگران تضییع نشه. شما نقش مهمی در حرکت کشور ما به سوی پیشرفت و توسعه دارید و این نقش شما باید قدردانی بشه، برای این حداقل زندگی براتون فراهم باشه. هموطن بعدی ما آقای نوریزاد، سلام، خسته نباشین. این از روزی که اومدین توی این استودیو جدید، اخصوصا این یکی دوباره گذاشته، نمیدونم صداتون چجوریه، میکروفونتون کجا، سی دفعه ای به اندازه 5 دقیقه صداتون انقدر کم میشه که اصلا من که توی خونم نمیفهمم اصلا صداتون رو. بعد یه دفعه حرکت میکنید یا دستتون رو میبرید جایی، بعد دوباره صداتون میاد سر جاش. اصلا انقدر عصبانی میشم من این همه ساعت میشنم حرفای شما رو گوش کنم، بعد یه دفعه 5 دقیقه صداتون میره، اصلا دارین صحبت میکنین ولی صداتون یواش میشه، نمیدونم با میکروفون چه مشکلی هست. لطف کنید، خواهش میکنم اینو درست کنید که ما صدامون خورد نشه. ممنونم، خداحافظ. بعد تهیه کننده برنامه من شنید و همکاران فنی به این مسئله توجه خواهند کرد. البته میگن صدا رو در بالاترین لول دارن، نمیدونم، ولی شکایت دیگه ای هم در این زمینه میرسه، حالا میگم لول روی خود بالاتر ببرم. هموطن بعدی، سپاسگزارم ازتون. هموطن بعدی سلام عرض میکنم، من عزیز هستم، از کالیفرنیا زنگ میزنم. من نمیدونم الان ساعت اینجا روز یکشنبه ساعت
یک و 20 دقیقه از آقای نوریزاده تلفن ها جواب میدن، این برنامه زنده است یا ضبط شده. من فقط از تو خواهش میکنم چه در این برنامه یا در برنامه دیگه، این آقای نوریزاده میزم از ضمن تشکر از ایشون میزم این رو شعر بدن، این رو به ما بفهمونن واقعا که این انرژی اتمی که این همه برنامه میذارن، این همه میشینن هی تکرار میکنن هی میرن، آیا تو این دنیا تمام این وزیر وزرای پنج علاوه یک همهشون بیکارن، معاونینشون همه بیکارن که سر یک انرژی اتمی ایران دور هم مرتب جمع میشن، بعد از مدتی دوباره با 6 ماه 5 ماه 1 ماه 2 ماه تمدید میکنن. شما فکر نمیکنید مردم رو دارن بازی میدن اینا؟ این آقای نوریزاده خیلی علاقه مندم توضیح بدن. من که تصورم اینه که تمام ملت دنیا را اینا بازی به بازی گرفتن. اینا برام توضیح بده خیلی ممنون میشم ازش. ممنونم دوست عزیزم، حتما توضیح میدم. ببینید راست میگید، دنیا رو به بازی گرفتن، ملت ایران رو به بازی گرفتن. نزدیک 18-19 سال 20 سال میلیاردها دلار پول مملکت ما رفته که چی بشه؟ که به ادعای اینا نیروگاه بوشهر شروع کنه کار کردن. 9 میلیارد روسا تا حالا پول گرفتن، هنوز نیروگاه بوشهر به اون قدرت کپاسیتیش نرسیده. و بعد ما این همه پول رو برای چی خرج کردیم ها؟ برای اینکه اینا میخواستن بمب اتمی بسازن، سلاح هسته‌ای. بارها اینجا گفتم فکرشون این بود کره جنوب، کره شمالی گشنه گدا بدبخت، چون 4 تا بمب اتمی داره آمریکا هیچ کارش نمیتونه بکنه. و اگه ما یکی 2 تا بمب اتمی داشته باشیم، نظام و جمهوری ولایت فقیه تا 25 سال دیگه تضمین شده است، تا ظهور حضرت باقی است. بنابراین 14 سال به دنیا دروغ گفتن، از انواع و اقسام حیله ها استفاده کردن برای اینکه برنامه حقیقیشون رو بپوشونن. مچشون رو گرفتن گفتن آقا پارچین رو ما از بالا ستلایت ها دیدن، شما اونجا آزمایش هایی کردید که رگه های اتمی توش بوده، چیه داستان؟ زود پارچین رو خاکبرداری کردن، زمینش رو عوض کردن، بردن دانشگاه آب و برق مهندس شهید عباسپور. اینو کنارش یک گذاشتن از این کانتینرهای بزرگ و تو شروع کردن آزمایش‌ها رو انجام دادن. روستایی‌ها به خاطر اینکه این آب نشت کرده بود و این مواد که توی اونجا استفاده می‌کردن، متوجه شدن که گوسفندا که میان آب می‌خورن پشما ریخت و مردن، و بعد ماهی‌های زیادی مردن روی آب اومدن، بعد اهالی بیمار شدن. خب خبر رسید به سازمان انرژی اتمی، گفتن میخوایم بیان بازرسی. شبانه تمام سایت رو زیر و رو کردن، هر جا مچشون گرفته شد باز یه دروغ دیگه گفتن. فوردو رو ساختن، سانترفیوژهای گذاشتن توش از این IR1 و سانترفیوژهای مدرن که بتونن اورانیوم 20% غنی کنن، در حالی که بوشهر احتیاج به 3.5% غنی شده داره. فریبکاری کرده، حالا مچشون رو گرفتن و حالا سخته براشون جام زهر رو سر بکشن. اینه که دارن هی بازی در میارن، شرط و شروط میذارن. بگه دنیا هم میخواد این قضیه رو بی سر و صدا، بدون کشتار، بدون حمله به ایران خاتمش بده. اینه دلیل اینکه این ماجرا اینقدر ادامه داره. البته بسیاری از پیام های شما مون، این دفعه من خیلی حرف زدم ولی مسائلی بود که باید بهش اشاره میکردم. خب رسیدیم به پایان برنامه، در حالی که خیلی از پیام های شما مون. دوست من، این برنامه ضبط میشه و زنده نیست. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوریزاده تا هفته آینده، همین ساعت و همینجا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم و منتظر پیاماتون هستم. I
فردا